مریمه دهکردی روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه همراه ما شدند خانم دهکردی اول بپردازیم که دلیل این دعوت چی بوده چرا این خواننده رو دعوت کردن حالا محل برگزاری اجرای اون رو پلم کردن مشکل این وسط چی بوده درود بر شما در گزارش هایی که منتشر شده به درستی مشخص نشده که چه, چه گروه یا چه مجموعه ای رو دعوت کرده اما قدر مسلم است که گروه فرهنگی در استانهای های آذربایجان شرقی در اردبیل آذربایجان غربی معمولا اقدام میکنن به دعوت خوانندگان اهل ترکیه هنرپیشه ها و خواننده های آذربایجانی و سفرهاشون به این مناطق خیلی دور از انتظار و عجیب نیست بیشتر هم اتفاق افتاده چندین نفر از خواننده اهل ترکیه هنرپیشه ها هم در فیلم های ایرانی بازی کردند و برای رونمایی از فیلم ها به اونجا سفر کردن و اساسا این یک مسئله متداول هست اون چیزی که الان مشخصه اینه که بعد از سه هفته که از اجرای کنسرت داملا میگذره به یک بار اخباری منتشر میشه مبنی بر اینکه دادستان اردبیل اعلام کرده که محل برگزاری پلم شده من فکر می این بخشی از برنامه جمهوری اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی در استان های اردبیل و آذربایجان شرقی بوده چون سه هفته از اجراها گذشته این اتفاق تازه نیست و حالا یک خبر میرسه که در واقع محل برگزاری پلم شده شاید هم انتظار نداشتند که در واقع این خواننده بدون هجاب اجباری یا با پوشش اختیاری اونطوری که مد نظر حکومت نیست اقدام بکنه به برگزاری کنسرت و در واقع قافلگیر شدن اما چیزی که مسلمه که جمهوری اسلامی از حضور او در ایران استقبال کرد چون تصاویری ازش منتشر شد خانم داملا در فرودگاه تبریز عکس کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو که دیده بود متاثر شده بود یک تصویری گرفته بود و در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده بود و خبرگزاری های منتصب به حکومت مثل باشگاه خبرنگاران جوان بسیار هم استقبال کردن از این تصاویر و در موردش کامنت های مثبتی گذاشتن اما یه باره میبینیم که حالا اخبار متناقضی منتشر میشه در این مورد خانم دهکرده خانم داملا که برگشتن به کشور بر خودشون و به قول شما بعد از گذشت چند هفته حالا این پرونده اومده بالا و دارن راجبه صحبت میکنن به نظر شما تبعات این جریان چی میتونه باشه؟ ببینید حقیقتش اینه که گروه های فرهنگی که به صورت در واقع با هدف همزیستی مسالمت آمیز همسایه ها در استان مرزی ایران فعالیت می این اقدامات رو همیشه انجام میدادن عموما هم به دنبال کسب مجوز از طرف نهادهای ممیز در ایران مثل وزارت ارشاد و اینها نیستن چون به هر حال حضور یک خواننده یا یک هنرپیش هنر پیشه خارجی و غیر ایرانی در ایران اگر قرار باشه با اون خط قرمز هایی که وزارت ارشاد یا نهادهای مربوطه برای خوانندگان ایرانی تعیین تکلیف میکنن انجام بشه اصلا شدنی نیست اما طبعاتش چیست ببینید در اکثر رویدادهای فرهنگی که اتفاق افتاده بعد از اینکه چنین واکنش های سلبی رخ داده معمولا این برای مدت زمانی طولانی در واقع قطع شده این ارتباط اون در واقع گردش اقتصادی مسئله گردشگری همه اینها تحت تاثیر این برخوردها قرار میگیره و خب طبیعتا وقتی خانم داملا متوجه این موضوع بشه احتمالا اگر واکنشی نشون بده روی شهروندان آذربایجانی که بسیار هم به ایران سفر میکنن اثرگذار خواهد بود من فکر میکنم ممنون از توضیحات شما مریم دهکردی